خب این ویدیو در مورد یک شخصی هست که به سردار سلیمانی خیلی شباهت داره. من تا اونجا که تحقیق کردم این یه نفره که به نظر میرسه عراقی، اینجا کامل توضیح خواهم داد که بازیگره و گیریمش هم میکنن و فیلم هم توی سریال های تلویزیونی هم بازی کرده. کسایی که در جریان نیستن، من نظر خودم میگم، حالا ممکنه فیلمسازهای ایرانی مثلا بیا اون دست اندرکارانی که کارای منیج برنامه رو انجام میدن خوششون میاد، ممکنه خوششون نیاد، اما از جای این قصه شروع میشه. چند روز پیش مراسم خاکسپاری سردار شهید سید رضی موسوی بود. من در ویدیوها دیدم مثلا توی اینستاگرام یه چیزی گذاشته بودن، یه تصویر تصویر ویدیو بود، اینم تلویزیون پخش کرده و نوشته این که عبارتش این بود که بدل سردار سلیمانی مثلا. بعد من ویدیوها رو دیدم، من اول فکر کردم، اگه دقت دیده باشید در همین آپارات هایی دارید میبینی، ویدیوهایی بود یوتیوب که پاک کرد ویدیو اول ما رو. یه ویدیوهایی من درست کردم از مراسم خاکسپاری شهید موسوی، اونجا اشاره کردم، گفتم یه چیزایی منتشر شده، من نمیتونم منتشر بکنم چون که ممکنه ساختگی باشه، چون هنوز تحقیق نکرده بودم. بعد رفتم دیدم واقعیه که هیچ. و فرداش که مراسم در واقع یادواره شهید بوده، این شخص رو بردن اونجا. حالا اینجا دیگه میبینید با فرمانده های سپاه هم مثلا اینا که مثلا دستن، اینا مثلا مهمون، خب مهمون میاد اونجا صحبت میکنن، اما یه برنامه ریزی کردن که مثلا این شخص هم توی مراسم بره هم اونجا بیاد. ببینید جالبه ها، بده من ته نظرم بگم جالبه، ولی من هر کاری میکردم میدید یه جوری بود این مسئله برای من، یه حالتی بود، مثلا انگار که این مثلا بدل سردار سلیمانی یه خورده. ببین مثلا خیلی واضح بگم، اگر کسی شبیه سردار سلیمانی هست بعد منهش شبیه اهمیت در اینه، یعنی شباهت ظاهری با یک شخص یا مثلا گیریم کردن مثلا یه فردی که شبیه این که چیز خاصی نیست که کسی شبیه سردار سلیمانی بعد منهش شبیه معرفتش مثل سردار سلیمانی باشه، مثلا از خودگذشتگیش مثل سردار سلیمانی باشه، صفتهای اون فرد داشته باشه. حالا اینکه شبیه باشه، حالا مثلا مثل این میمونه که مثلا میگه مثلا چیزایی که هست، حالا بلا تشبیه قاب جای قیاس نیست که میگم مثلا بدل رونالدو اومد، بدل مسی، این خورده ببین کار قشنگیه ها از نظر مثلا رسانه یا اینا. حالا فیلماش اینجا پخش میکنم که این کیه و مثلا کجاها بوده و بعد در واقع چه چیزایی داشته، مثلا خودم بگم این اینقدر مثلا یه جوریه که اینقدر این مسئله برام غیر عادیه که شما فرض دو تا چیز من تو ذهنم اومد. مثلا فرض کنید یک مراسمی هست در مورد مثلا عاشورا، اونجا مراسم جدی در مورد عاشورا، بعد مثلا آقای فریبرز عربنیا رو با گیریم بگن این آقا مثلا مختارم بوده تو این جلسه، این برای شما مثلا مراسم جدیه، بعد مثلا آقای فریبرز عربنیا با گریم مختار نشسته اونجا، بگه خب آقا مختارم باید باشه دیگه تو مراسم. این درسته میتونه مثلا جالب باشه از نظر رسانه‌ای، ولی یه هر چقدر دنبال این واژه چند روز گشتم، بعد هم من نگاه کردم دیدم که همین الان میخواستم ویدیو رو ضبط کنم، سرچ کردم عکس رو پیدا کنم، دیدم که خیلی هم اعتراض شده اصلا خود با همین. ببین این تیتر رو مشرق هم زده بوده ها، که داشتم بدل الان در این ویدیو دارید میبینید، من خودم بر نیاوردم هم مشرق و اینا هم کد خبرش مشابه، دیدم که کلی اعتراضات هم شده به این مسئله. خب حالا من اعتراضاتش رو میخونم، ولی مثلا نظر خودم کامل بگم. پس یکی مراسمی که مثلا مختار رو مثلا آدم بیاره در مراسم جدی که در مورد عاشورا هستش، یا یکی مراسمی باشه فرض بکنید مسئله تاریخیه، خب یه جلسه تاریخی توی دانشگاه مثلا دانشگاه برگزار کرده در مورد برهه از تاریخ، بعد مثلا ناصرالدین شاه مثلا گیریم بکنن و فیلمای مثلا که قبلا بود، یکی چیزی بگم بله خود مثلا فلانی هم اینجا هست، فروغی هم اینجا هست، غیره هم اینجا هست. جالبه ها، میتونه مثلا کمک بکنه بحث، در واقع پیامی رو منتقل بکنه، ولی این پیام کجا؟ یا اینکه خب آقا نمیدونم، ولی من هر کاری کردم چی بگم از این موضوع خوشم نیومد. میدونی توی این مراسمای جدی مثلا ایشون بره حضور پیدا بکنه، من صحبتم با شخص ایشون، حالا ایشون خودش
من نمیدونم این همون فرد عراقیه یا شخص دیگه ایه، که همین شخصی که توی مراسمات بوده. ولی من با شخص ایشونه و کسایی که مرا فیلم سازن، مستند سازن یا اصلا در کار این افراد رو میبرن اونجا، اگر خود نیروهای نظامی که این کار نمیکنه، یادتون باشه مثلا تتلو که بود رو رفت بود من توی ارتش فیلم برداری کرده بود، سخنگوی ارتش می، ما اصلا نمیدونستیم این کی، ما اصلا نمیدونستیم این کیه که آوردن اینجا، همین آقای امیر صیادی فکر بکنم. در واقع اومد اعلام کرد که ما نمی، اون فرماندهای ردای نظامی که حالا در جریان نیستن، یه مراسمی افراد میان و میرن. خب حالا کسایی که تصمیم گیر بودن احتمالاً من میگم مستندسازا و فیلم سازایی بودن، میخواستن در واقع پروموشن درست بکنن با نیت خیر، با نیت خیر میخواستن کار. ولی خب شباهت داشتن به یک شخصیت، شباهت ظاهری باشه مثلا چه اهمیتی داره؟ حالا همین امروز هم اتفاقا من در دهه دیگه دیدم که در واقع یک یادواره برگزار شده، این حالا خبرش من اگه صوتی چیزی منتشر شده بود میام اینجا پخش میکنم، ولی خب این موضوع برای دیروز و پریروزه. خب حالا ببینیم این آقای چیز قضیهش چیه، یه صحبت هایی هم یه از کجا شروع بکنیم همین ببینیم. مثلا خانم حدیث گفته که اینا در توییترن فکر میکنم، بله گفته که بدل حاج قاسم رو بردید مناطق میگه که میخوام، اینا اعتراض کردن دیگه، اعتراض کردن، اعتراضشون هم اگه بگن نه این بیانصافیه، بعد جایگزین بگن، بگن آقا مثلا به جای این کار باید چه کار بشه، فقط آدم بگه که این لباس به تو نمیاد، خب باید بگه آقا چه لباسی میاد، بگه آقا رنگ آبی بهت نمیاد، خب چه رنگی میاد، یه پیشنهادی هم باید بدی. خب این عکس ها هستش جو تو جلسات برید سرچ بکنید میتونید پیدا بکنید، ولی نمیدونم یه جوری بود دیگه، یه جوری بود. همین من فکر میکنم همین کار چیز نیست، این کسایی که در مستند ساز و اینا. خب یه چیزی بود مال تسنیم، من برای خودم فرستادم ببینم اینجا میتونم پخشش بکنم. آها ها، این فرد در واقع یک شخصی هستش به اسم در واقع آقای، مال اسمشو ننوشته یه دیگه من خوندم، اما یه فردی از عراقی ایشون گریمش میکنن. ها ببینید بازی عرب زبان که چهره شناخته شده ای هم در سریال حبیب قسمت 24مش میتونید در ببینید، پارسال پخش شده، ببینید که مثلا نقش نقش ایفا کرده. خب من این 2 دقیقه از این ویدیو ببینم که چی میگه کارگردان، این فکر کیه این داره توضیح میده، عوامل سریال حبیب هن ایشون اعتماد در همین شخص ها. با فرض اینکه این شخصی که دارید این پایین میبینید همون شخصی که تو مراسم شهید مصاحب بوده، ما با این فرض میخوام این آشنا بشیم ایشون به کیه. نقش حاج قاسم برای اولین بار، اینجوری که من شنیدم برای اولین بار قرار تو سریال شما رونمایی بشه، ماجراش چیه؟ در واقع ما داستان حبیب محورهای واقعی خیلی زیادی داره، یکی از محورها هم در واقع خود حاج قاسم هست. البته اون موقعی که ما فیلمنامه رو نگاشتیم و تموم شد هنوز حاج قاسم زنده بود و نقشی از حاج قاسم توی فیلمنامه اصلی وجود نداشت، ولی بعدن که در واقع حاج قاسم به شهادت رسید به این نتیجه رسیدیم که خب میشود قصه های داخلی رو بهش اضافه کرد. سعی کردیم ترکیبی از قصه نوبل و زهرا و در واقع آمرلی که روستا محاصره شده و قرار قتل عام صورت بگیره و حاج قاسم با هلیکوپتر میاد وسط روستا پیاده میشه، در واقع یه چنین قصه ای رو به عنوان یکی از داستانهای فرعی بگنجونیم و شخص حاج قاسم هم حضور داره با همون هیبت در واقع حاج قاسم. این توفیق رو داشتیم که بازیگری که بسیار شباهت زیادی داره باید تستگیری مناسبی توی کار حضور داشته باشه که تو قسمت‌های آتی توصیه میکنه مردم ببینن. اسمشون رو که نمیگی، یه بازیگر عرب زبان هست، بله. و اینکه حسن المنظور نه گفت حسن چی؟ حسن المنظوری که حسن المنظور عرب زبان هست، آره. چهره شناخته شده این بازیگر حرفه‌ای نه، ولی چهره شو خیلی شبه، بله بله. خواستید سرچ بکنید ببینید حسن المنظوری راجب قهرمان و ضد قهرمان، آنتاگونیست و پروتاگونیست که فهمیدن، شما هنوز ضد قهرمان با هیبت تمام قد داعش هنوز وارد نشده، این شخصیت عدنان حالا تا فیلم حبیب توضیح میده. این تو سایت تسنیم با کد خبری که مال 25 اسفند 1401 هست، کد خبرش، من خواستید این ویدیو رو ببینید هست
این پر از تبلیغات، من نمیتونم سرچ بکنم به شما کدشون نشون بدم، می سرچ بکنید پیداش بکنید جوری دیگه، یعنی همین عبارت رو بنویسید میاد. خب خیلی خب، پس ما فهمیدیم که ایشون اسمش چی بود، من خودم فراموش کردم، من می نوشتم. آقا خلاصه اینه، اینش اهمیت این فرد که به ظاهرش نبوده که حالا ما یه فردی بیاریم بگیم که خب شه، بله خب جالبه، ولی خب الان این تو حوزه ای آی هوش مصنوعی هزاران کار میشه انجام داد، هزاران کار میشه انجام. این بدل این فرد، یعنی دو روز من فکرم مشغول بود در این مسئله، یه خورده چیز بود دیگه، یه مقداری عجیب بود برای من دیگه، عجیب بود. اگر کسی شباهت به این شخص سردار ایرانی داره، بعد شباهت اون صفت هایی که داره مهم هست، صفت هایی که این فرد داره مهمه، نه ظاهرش. آقا این شجاعتش مثلا در جنگ انگار که بدل سردار سلیمانیه، مثلا منشش، رفتارش، معرفتش، غیره. ولی خب ولی خب حالا این فردم حالا بازیگره دیگه، کمک بکنه به حوزه رسانه و مثلا چیزای مدیا و اینا، ولی خب توی یه مراسم رسمی این یه مقداری یه جوریه. همین درست فکر کردم که چه واژه، یه جوری خوبه ولی یه جوریه. بدل این فرد یه شخصی که با این اهمیت ما گیریم بکنیم بریم توی مراسم جدی، همین اگه مراسم جدی نبود باز بله، مراسم جدی نبود بله، ولی چون این مراسم جدی بود یه مقداری نمیدونم چی بگم، یه گفت منظورم رو تونستم برسونم. خب ولی خب من فرض میزنم اینا نیت خیر دارن، حتما حتما نیت خیر دارن، کارگردان و مستندسازان، کسایی که پلان کرده بودن و اون فرد رو به حال گیریم کردن یا هرچی. خب همین بود، این ویدیو بود. حالا مراسمی که برگزار شده بوده امروز، من هنوز چیزاش رو ندیدم، حالا من نمیم صوتی چیزش منتشر هنوز نشده در این ساعت، الان ساعت 3:30 ظهر روز 10 دی هنوز منتشر نشده چیزی، اما منتشر شد مطلب خاصی بود که قابلیت انتشار داشت، من همینجا که دارید میبینید میام منتشر میکنم. کم که یه کانال دیگه درست کردم مخصوص مسائل سیاسی و این خبری اینا، در همین حوارات اونجا هم چیزای دیگه که اتفاق افتاده رو منتشر میکنم. خب همین بود فعلا، همگی خدا نگهدار.